در جاجای گوشه و کنار جاده ها تصاویر بزرگ و کوچکی از احمد شاه مسعود به نظر می رسد و این به این معناست که مردم افغانستان و ایران فراموش نکرده و یاد و خاطراتش را جاودان و ماندگار می خواهند. در مسیر راه مناطق به نظر می رسد که نمایانگر اثرات شوم و وحشیانه جنگ های خانمانسوز بوده و چهره خسته این دیار حکایت های دردناک را تازه می سازد و به یاد می دهد که در هر کوچه و باغ دهاتن جان های شیرینشان را در جریان این جنگ ها از دست دادند. مردم با آینده خوشبین هستند ولی خاطرات تلخ جنگ هنوز هم افکار عامه را می آزارد. سفر همچنان ادامه داشت. در کنار سرک تجمعی از وسایط تخریب شده شامل تانک ها و ارادجات زرهدار که حکایت تلخ از زمان جنگ دارد به نظر می رسند کتاب امروز در اینجا باقی است. خواستیم نزدیک برویم و تصاویر از آنها داشته باشیم. مردم افغانستان با ابتدایی ترین امکانات جنگی با این غول پیکرها به خاطر آزادی کشور جنگیده و مقاومت ورزیده اند. مسعود سردار آزادی خواه به این آرزو و آرمان رسمید و با این شعار باقی ماند: ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید. بیشتر قلعه های هندوکش و پامیر شاهد مجاهدت و قهرمانی های احمد شاه مسعود بود. یاد از این مجاهدت ها را تصاویر بیان می کند. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ اکنون به دره زیبای پنشیر رسیدیم. کوههای سر به فلک کشیده، دریای خروشان، مردم با همت، دیار که با شهامت و استقامت متداوم نگذاشت قدوم پلید استعمارگران به آن برسد و همین دیار است که روسها در دوران اشغال افغانستان خاطرات تلخی را از آن با خود بردند. از کنار دریا و بین دره‌های زیبا در حرکت بودیم. به نظر می رسید که در هر کجای از این مناطق یاد از احمد شاه مسعود باقی است و وجب وجب خاک این رزمگاه عطر شهامت و مردانگی وی را به مشام می رسانید. ما روانه تپه سریچه هستیم، مکانی که پیکر قهرمان ملی کشور را در آغوش دارد. آقای صدیقی و همکارانش منتظر ما بودند. با هم یک جا به یکی از مکانهای فرماندهی احمد شاه مسعود رسیدیم. خاطرات آن زمان را آقای صدیقی چنین بیان می دارد: میزا و کوچا و میز این میز کاری هست، فقط این میز کاری. این وسائلی هم که شما ببینید از اون دوران است. این میزا و این کوچا هم که از اون دوران ماندگی است. نقشه هم از همون دوران است. خب شما گفتین که دوران که طالبا در کابل بودن همون سای وقت پنشیر میکردن سوق اداره و پروگرامشان از همینجا کار میکردن. درست، سوق اداره در همینجا ایجاد شده بود و این دفتری است که خودشان دیزاین کردن و ساختن و دفتری که ما شما دیجا قرار داریم دفتر شخصی کاریش هم هست. همیشه در وقتی میامنه در میز و میز کاو چوکی و این چوکی هم کتاب هم در پشت سرش گل ماندگی است، از دوران از اونا هست و ایس نماده ای دخلی نکردیم و دست هم نداریم. میشه گل هم پس کنیم ببینیم چوکی هم مثلا چرا؟ چون مدت هایی گذاشته هست و ما یه دست نزدیم از خود را خاکم دار میشته دیم.
مسائل سرمیزم از همون زمان است و این من از آمسه شما کدام نوشته کدام چیزی که در همین دفتر کار کرده باشه یک نمونه از خطش باشه که برای بیننده نشان بتیم ببینیم دارین ده اینجا یقیناً که آثار زیادی از قلم عمر صاحب ما وجود داره که ما در نظر داریم که در آینده در موزیم شخصی که از عمر صاحب در نظر گرفته شده در بالای مجتمع کل از اونها را جمع بکنیم از جمله شما ببینید کتابی که فعلا چاپ شده هم مکاتیب قلمی هست و بعد به تایپ هم شده که شما ببینید خط خودشان است گذ زمان جهاد است جمعیت اسلامی افغانستان امارت پروان فضیلت مآب استاد صاحب صدر جمعیت اسلامی افغانستان که با همون القاب جهادی همون زمان یاد کرده و یک راپور یک گزارش و جناب استاد ربانی در همون زمان این خط خودشان هست کاملا این خط خودشان و حتی بعض جایی هم که اشتباه شده همون را خط زده و هیچ دیگر پاک نویسی هم نکرده همون خطی که به شکل عادی و چیز نبود در اخیرش اینا امضا کردن در 14 هفته سال 1364 در وقت عمر صاحب بوده باشه در اینجا در زمان مقاومت یعنی نسبت به کچی که قرارگاه های دیگه هم بوده در جای مختلفی که عمر صاحب اینجا سبک داره کرده ما فکر میکنم زیادتر در این نقطه بوده عمر صاحب بکس بوده حدود 4 سال اخیر طالبا تا زمان شهادتشان این پایگاه در اینجا ایجاد شده در حدود در نقطه ولی دقیق مجزن بده در حدود 3-4 سال اما عمر صاحب در دوران جهاد زیاد قرارگاه های دیگه زیادتر بوده باش کرده بیشتر طرف شمال بوده که یک مدتی در خسته یک جای در فرخار است بوده بعد در شرشر قبل از او بوده در جای دیگه بوده از جمله در پنجشیر هم که یک پایگاه بوده یعنی این پایگاه زمان در دوران مقاومت در زمان طالب ساخته شده تماس های مخابراتی و سیمدار بسیار این دفتر و دفتر مخابرات بود چون نزدیک به دفتر خودش هر زمانی که ضرورت میشه در اونجا به اینجا زودتر میتونست خود برسانه شما میفهمید که یک مخابره دوربر داریم که تماس به تمام جبهات و ولایات شروع از شمال تا شمال مثلا غرب حتی با قسمت های مشرق همه جا در اینجا چون همیشه فعال بود بله کماندر خطای جنگی یقینا چون شبکه از اینا نامشان هم معلوم بود بله. همیشه تماس می داشتن هدایت دادن می دادن روپور می گرفتن واقعا بینده عزیز یک درایت بسیار خاص مسلکی در اینجا ما مشاهده می کنیم که بعدا تصاویر شما خواهد دیدیم انتخاب اینا متر یک جایی بالخصوص به خاطر مسائل تماس مخابرات ضرورت به یک تجربه بسیار مسلکی رو دارد ما در بیرون مشاهده کردیم جای بسیار بلند و وسیعی که میتونه تمام نقاط را کنترل بکنه و ببینن و بالاخره اتاق مخابرهشان که واقعا یک جایی هست که از لحاظ امواج یعنی تامین ارتباطات بسیار موثر است واقعا جالب است به وسایل را که خدا امر صاحب استفاده کرده در ایجی ما بسیار جالب است برای ما شما وسایل را میبینین مشاهده میکنین میز و چوکی را که امر صاحب شهید اکثرا در امی میز و چوکی با امی وسایل در اینجا ارتباطات خدا با افراد تعیین میکردن با خطای جنگ تعمین میکردن بسیار جالب است و دیدنی است فرنیچری که در اینجا گذاشته شده به حالت خودش است وسایل که شما میبینید وسایل برقی را واقعا بسیار جالب و دیدنی است سپس با یکی از نزدیکان عامر صاحب مسعود راهی منزل مسکونیشان شدیم. کلبه که قهرمان ملی کشور در برهه حیات از ابتدایی ترین امکانات زندگی بهره‌مند بودند. مرد همراه در مورد منزل عامر صاحب چنین میگوید. این خانه پدری عامر صاحب است که همینجا زاده شده و تولد شده. خانه پدریشان همینجا است که شاید دوران طفولیت خود را در اینجا سپری کرده بله دوران طفولیت یک دوران جوانی خود را جوانی خود را اینجا سپری کرده و یک زمان یک مدت دوران مبارزات خود را اینجا سپری کرده و تا اخیره که به شهادت رسیده بیننده عزیز واقعا بسیار جالب و دیدنی هست جایی که قهرمان ملی کشور عامر صاحب شهید در اینجا زاده شدن و چه خاطرات زیبایی هست
عامر صاحب شهید دی خانه خواهد بود با خالی صاحب یک جایی میبینیم. و این اتاق هاییست که در اینجا عامر صاحب زندگی کرد. یعنی این خانه با مخالط اولیش با مشکلی که بوده با مشکل است صرف اگر یک رنگ شده باشه خلاص. و این اتاق دیگه ایشان است. بیننده عزیز واقعا دلچسپ است. شما در تصاویر اتاقهای ابتدایی و خامه را میبینید که کسی که حماسه آفرید برای افغانستان و افغانا در این خانه ها زاده شده در این زندگی کرده و بیشتر که دوران جوانیش در اینجا سپری شده واقعا دوستان عزیز بسیار جالب و دیدنی هست و خصوصا این که این خانه هیچ تغییر نکرده به حالت خودش است، یعنی بازسازی نشده به خاطر اینکه به حیث یک جای تاریخی به حیث یک جایی که در یک قهرمان ملی زاده شده و زندگی کرده همونطور باقی مانده. این خرشش به معالت خودش هست، این میمان خانش دیگه اصل اتاق ملاقاتش با ما و شما بهتر اتاق دیگه هست میبینیم. بیننده عزیز گپی که بسیار جالب است بر ما هم، شما فرش را که در اینجا مشاهده میکنین، توشک و پرده را که مشاهده میکنین، این کاملا تغییر نکرده از زمانهایی که خدا مصطفی شهید در اینجا زندگی میکردن، اینا همینجا نگهداری شده و بسیار جالب است دیدن این همه که شما در تصاویر میبینین، فرش، قالین، توشک، کمپل و پرده هایی که در اینجا شما میبینین همش به حال خودش از زمانهایی که امام صاحب شهید در اینجا زندگی کرده در اینجا موجود است. همیشه عامر صاحب دینمی جا میششت، دینمی نقطه میششت و همیشه در اینجا امرای میمانای خود دینمی عزیز میشن. واقعا ما خاطرات بسیار جالب را از امام صاحب شهید از خارج صاحب شنیدیم و گفته اینا این هم فکر میکنم فرش و توشک های کسی هم به مو حالت از دوره دست نخورده هیچ دست نخورده نوار کدگی که دوره هم بسیار جالب یا خاطره بسیار جالب دوستای عزیز این است که وقت ای جایی که شما مشاهده میکنین این جایی بوده که همیشه عامر صاحب شهید قهرمان ملی کشور ما وقت میمان میداشتن این جایی بوده که اونا خودشان نشیشتن. با آقای صدیقی و مجتمع بزرگ که زیارتگاه مسعود شهید است رهسپار شدیم و ایشان در مورد ساختمان‌های این مقبره معلومات ارائه نمودند. او بخش است که در پهلوی زیارت است، در پهلوی مقبره است که در او یک بخش هم کتابخانه داریم و هم بخش از موزیم خاص خود عامر صاحب می‌داشته باشیم که تمام آنچه که مربوط به شخصیتش میشه در او موزیم باید گذاشته شود. بله از مسائل جنگی شروع تا لباسش تا کتابتش تا هر آن چیزی که پیش هر کس اثری داره با خودشان است. با مرقم است. این فیز اولش میشه او فیز دو؟ این فیز اول است و فاز دو است. این جایی که ما شما میبینیم خالیگاه این در حقیقت یک رستورانت شیشه‌ای ساخته میشه که با شیشه‌ای بسیار سکریت و خوی که وقتی که هر کس اینجا میخواد بشینه مجتمع همیشه به ویوشان یعنی به منظرشان باید بوده باشه. ایسا هست مردم چیزی سر میه بر زیارت تخمینی مثلا در هفته در روز و یا در ماه ترکت کنم یک آمارگیری ما پارسا سال گذشته کردیم چون این سال زیاد مراجعین داشتیم پارسال بین 25 هزار تا 30 هزار نفر در ماه در اینجا حضور گسترده مردم از اقوام و مناطق مختلف که به عزم زیارت آن شهید گرد آمده اند خود نماد از وحدت ملی را
ترسیم نموده است و این یکی از آرمان‌های بزرگ مسعود شهید بود. ما اراده نظامیه که به وسیله آن جنازه مسعود شهید از منزل تا به آرامگاه جهت خاکسپاری استفاده شده بود دیدیم و آقای صدیقی چنین گفت: این یک توپ سبز را که شما می‌بینید یک توپی است که شهادت قهرمان ملی وقت بعد از ادای جنازه در بالای ازی به شکل رسمی رژیر نظامی انتقال داده شده تا اینجا و این تانک دوانی را کش کرده و این خاطر در نظر است در این ساعت یک موزیم سرباز نظامی ایجاد شود که از هر وسایل جنگی نمونه در اینجا باشه شود. مردم و سیاستمداران نظریات مختلف داشتند و هر کدام در مورد شخصیت و خاطره های مسعود چنین ابراز نظر می کنند. مسعود آن از نامش باید است که قهرمان ملی کشور و خب قهرمانی ها نشان داد با کل دنیا نشان داده که قهرمانی چه خیلی قهرمان بود. آیا خود تا نزدیک دیده بودی امرایش گفت زده؟ بله هم صحبت بودیم امرایش. رویهش امرای مردم چی گونه بود؟ رویهش رویه مردم داری بود. ما چیز نبود که حکومت به چلان دیگه کنه خب مردم دار بود. دی اوتالت که مردم میای اینجا آیا مسعود یاد میکنن خودت اینجا تصویرش هم نصب کرد؟ طبعا قهرمان ملی کشور است و طبعا یاد میکنه مردم گاهی وقت و نه وقت. جوان های امروزی که مسعود نمش مثلا نوجوان هستن اونو شناخت دارن از مسعود؟ باید بشناشن کل دنیا که میشناشن نوجوان ها باید بشناشن 100% میشناشن بخاطر چی که با خدمت کرده با مردمی خیانت نکردن. این خدمت است که ما و شما میبینیم مال کل دنیا سر مسعود حساب میکنه. اما حال افسوسیش میخوره که مسعود چه قسم یک شخصیت بود، چه قسم یک آدمی بود که عالی با کرکتر با تمام کارهای زیو عالی بود. این در این شرایط فعلی چقدر ضرورت احساس میشه موجودیت مسعود؟ موجودیت مسعود اینقدر احساس میشه که دیگه مسعود که میبود یه آرامی میبود فرض مثال مردم با سهولت زندگی میکرد. دیگه مسعود شخصیتی بود که آسایش، آرامش، دیگه آرامی مردم رو میخواد. در ارتباط به شخصیت خود عامر سر شهید خدمت شما عرض کنم که یک شخصیت مردمی بود و در سطح مردم زندگی میکرد، با مردم زندگی میکرد و در واقع زمانی که این لقب قهرمان رو بهشون خطاب میکنیم این لقب قهرمان یعنی قهرمان مردم و با اون نسبت است که بعد از 10 سال میبینیم که اسم عامر صاحب شهید به نام قهرمان ملی یا شهید احمد شاه مسعود در دلها و قلبهای مردم نهادینه شده. امسال بعد از گذشت 10 سال میبینیم که علاقمندی مردم و دلچسپی مردم به او شخصیت بزرگوار بسیار زیاد شده، در حالی که شاید در تاریخ افغانستان و کشورهای دیگه ببینیم که شخصیت هایی که مقامی داشتن بعد از 1.5 سال تقریبا از فراموش شدن. اما این شخصیت بعد از گذشت هر سال و هر روز اما شخصیتش برازنده تر و روشنتر شده میره و این موضوع است که فقط این آدم در دل مردم به خاطر که با مردم بود آخر هیچ وقت از مردم بالاتر ندانست. در سفر اروپایش وقتی خطاب برش قهرمان کردن گفتن من قهرمان نیستم، مردم افغانستان قهرمان هستن و تواضع داشت، فروتنی داشت و افتخارات همیشه میخواست که با مردم دیگه بتر، در حالی که کار خودش میکرد همیشه تقصیر به گردن خود میگرفت در حالی که مقصر کسای دیگه بود و افتخارات به کسای دیگه میداد در حالی که افتخار از خودش بود و شخصیتی بود بزرگ با روح بزرگ با افکار اندیشهای بزرگ. در مورد از اینکه ما خاطری از او ولی خاطرات بسیار زیادی از اونا داریم و خاطرات که من حیث برادرشان شخصا خودم دارم این که روزی به من از ما سوال کرد به تلفن، گفت آدم ها چند سال زندگی میکنن؟ تعجب کردم این سوالش. من گفتم خب 50-60-70 و شوخی هم کردم گفتم شاید اونا کمتر زندگی کنن.
افتایا فکر میکنن که ما با ازون زیاد صحبت میداشتیم، خصوصا در 6 سال اخیر قبل از اینکه شهید شون، یعنی روابط ما بسیار زیاد شده بود. همه روزا یک روز با تلفنی صحبتای داشتیم و به اون نسبت بود که بسیار مسائل نزدیک و مسائل بسیار زیاد با هم صحبت میکنیم در ارتباط با موضوعات مختلف، افراد و حالات مختلف. روزی گفت که انسان 6 سال زندگی میکنه، ما گفتیم 60-70 سال. گفت همین مدت سال آیا ارزش حیاتی داره که آدما پول بیندوزن، خانه بسازن، ای بیندوزن؟ گفتم والله شاید مزاقم کردم، گفتم شاید به شما نداشته باشم، به تعداد مردم داره. بله ارزش داره به تعداد مردم. گفت نه قطعا نداره، یه ارزش دیگه پار نداره و نباید انسان ها فقط توجه به این مسائل بیشتر داشته باشن. چرا این دنیا نیست کارم بسیار در این مسائل بپیچن و این خود آدم از جوهر معنویش، از جوهر ذاتیش، از جوهر درونیش بیرون میکنن و واقعا مفهوم این که چرا ما زنده هستیم و به خاطر چی زنده هستیم را از بین میبرن. این خاطره بود که البته خاطره دیالوگی که ما داشتیم، بیشتری اوقات میخواستیم دیالوگا داشتیم در پهلوی مسائل سیاسی یا مسائل اطلاعاتی اخبار یا ماموریت هایی که به ما میدادن، یک مسائل مثلا دینی، مسائل اجتماعی، مسائل تاریخی را صحبت میکردن و خاطرات بسیار شیرین از اونها داریم. سفر دی مغنیت خاص کر دی امیر صاحب قبر و دی قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود. څه خاطرې څه خبرې دی امیر صاحب مبارک تاسو اورېدلې؟ ولې څه خبره چې دغه شو چې تاسو دلته پنجر په دغه لاره راځي او دلته دی امیر صاحب مرخط ته تاسو سفر وکړي؟ زه کلام سي دی امیر صاحب مبارک مجلسونه اورم او یا کتابونه ګورم. د دغه قهرمانی باندې زه د ټول افغانستان لپاره افتخار کوم او د افتخار وړ ده. نو د دې قهرمانۍ موږ دې ته جلب کړي سرا سعودي د زیارت وکړو. د دلته چې کله تاسو راغلی دی تر دغه ځای پورې د خلکو اړیکې تاسو سره څنګه وای؟ د دغه ځای پورې چې راغلی څه مشکل نه و؟ دې اختر کې مونږ ډېرو ولایتونو ته ټولو انډیوالانو سفرونه وکړو. د کندهار خلک د منظرې ډېر زیات شوقیان دي. زه خپله د پکتیا نه یم، موږ د یو جینم بده خاطره نه لرو، خاص کر پنشیر نه ډېر خوشحاله یو. موږ سره هیچ هم بده رویه نه ده کړې او موږ ته یې ډېر عزت راکړی. په لاره کې هر چا د ټي د چی ډوډۍ او نورو شیانو ساتونه کول. د امیر صاحب مسعود کوم خاص زه خپله د جهاد په دوره کې کوچنی وم. د خاطرو نه ماته داسې خاطرې نه دي یاد، خو لکه کتلې مې دي، اورېدلې مې دي. یو وخت کې یو چا راته وویل، ویل د پاکستان د اټک پل باندې کار بند و، نوی پل جوړېده. ویل دا د امیر صاحب یو ډیمانډ او یا خبرتیا وه دوی دپاره، چې دا باید ونسي، دا خاوره دې موږ ده. او داسې نور ډېر شیان شته چې هغه د یادولو وړ دي.